ما جلسه پیش در مورد چی صحبت کردیم؟ جلسه پیشون جلسه بود که خسته بودین، آره؟ پس این جلسه نباشه. جلسه پیش در مورد چی صحبت کردیم؟ قبلا ما پایداری سیستم رو بررسی کرده بودیم، قبلا خطای حالت ماندگار یک سیستم رو بررسی کرده بودیم، بعد جلسه پیش وارد پاسخ گذرا شدیم. میخواییم ببینیم مشخصات پاسخ گذرا چی هست. گفتیم که ما پاسخ گذرا رو به سه بخش تقسیم میکنیم. یکی پاسخ گذرای سیستم مرتبه اول، یکی پاسخ گذرای سیستم مرتبه دوم، و در نهایت پاسخ گذرای سیستم‌های مرتبه بالاتر که عملاً شبیه به یکی از سیستم‌های مرتبه یک یا مرتبه دو هستن. خب در مورد سیستم مرتبه یک صحبت کردیم. سیستم مرتبه یکی که ما بررسی می‌کنیم سیستمیه که صرفاً یه قطب داره، صورتش عدد صحیحه، صورتش عدد حقیقیه، مخرجش یک چند جمله‌ای مرتبه یک بر حسب اس. در پاسخ پله شرط پایداریشو گفتیم که قطبش باید خب سمت چپ باشه. خطای حالت ماندگارشو صحبت کردیم که وابسته، خطای حالت ماندگارش به ورودی پله وابسته است به بهره دی سی سیستم یا همون کی پی، و گفتیم پارامتر دیگه‌ای که توش مهمه سرعت رو داره تعیین میکنه ثابت زمانیه. ثابت زمانی یک به روی منفی قطبه. هر چقدر که قطب از محور دورتر باشه، یعنی سمت چپتر باشه، منفیتر باشه، سیستم سریعتریه. هر چقدر قطبه به محور نزدیکتر باشه، سیستم کندیه. تیپ پاسخش هم در واقع یک نماییه، یک منهای ای به توان منفی فلان، که با میل کردن تی به سمت بی نهایت میل میکنه به یک مقدار ثابت. پاسخ شیبش رو هم دیدیم از این جهت که فقط ببینیم که پاسخ پله به نحوی در پاسخ شیب هم داره خودشو نشون میده. سرعتی که تو پاسخ شیب هست همون حسی رو داره که سرعت پاسخ پله داره. پس بررسی کردن پاسخ پله از این جهت که اولا پله مهمترین ورودی ماه یه بحثه، از این جهت که مشخصه هایی رو تعیین میکنه برای سایر پاسخ ها، پاسخ شیب و پاسخ شتاب، مهمه. همین روند رو میخواییم در مورد پاسخ گذرای سیستم مرتبه دو ادامه بدیم. مثاله رو اگه رسیدیم آخر همین جلسه اون مثاله رو هم حل میکنیم. خب یه سیستم مرتبه دو رو میخوام در نظر بگیرم، جی اس، با ورودی آر، خروجی سی. سیستم مرتبه دوم استاندارد، نمونه، هر اسمی میخواییم براش بذاریم، سیستمیه که صفر نداره، فقط قطب داره. جی اسش به صورت
کا به روی استو به اضافه آس به اضافه بی تعیین میشه. شرط لازم پایداری چیه؟ یادتون باشه شرط پایداری اینه که قطبا سمت چپ باشن دیگه، یعنی ریشه های این. شرط لازم پایداری میگه آ مثبت بی مثبت، گفتیم همه در واقع توانهای اس باید ضریبشون هم علامت باشن، مال استوکه یکه پس بقیه هم باید مثبت باشن. چون بی مثبته من میتونم به صورت یک عدد توان دو در نظرش بگیرم، صرفا این کارو میکنم که ادامه نوشتنم ساده تر باشه. میام به این صورت اینو بازنویسی میکنم، کا به روی اس دو به اضافه اسم آ رو میذارم دو اتا اومگا ان اس، اسم بی رو میذارم اومگا ان دو. برای هر کدوم از اینها هم یک اسمی دارم و بعداً میبینیم اون اسم به چه دلیله. اومگا ان فرکانس طبیعی نامیرا، اتا نسبت میرایی. یه پارامتری هم تعریف میکنم اومگا دی اومگا این رادیکال یک منهای اتا دو، این به شرطیه که البته اتا کوچیکتر از یک باشه. این هم اسمشو میذارم فرکانس میرایی یا حالا فرکانس طبیعی میرایی. برای این به مخرج این نگاه کنین، قطباش میتونن سه تا حالت، یعنی ریشه های مخرج میتونن سه حالت داشته باشن. پس اگه معادله مشخصه رو در نظر بگیرم، S2 به اضافه 2 اتا اومگا ان S به اضافه اومگا ان 2 مساویه با 0، دلتا پریم این رو تشکیل بدم، دلتا پریمش هست رادیکال اتا اومگا ان 2 منهای اومگا ان 2، یعنی اومگا ان رادیکال اتا دو منهای یک. خب یه معادله درجه دو دارم، شکل ریشه هاشو این دلتا پریم مشخص میکنه. من میخوام در مورد اینجوری بگیم حالتهای پاسخ پله صحبت کنیم. حالت اول بهش میگیم میرای شدید. میرای شدید دلتا پریمش مثبته، در نتیجه اتاش بزرگتر از یک. نتیجه اینه که ریشه های این حقیقی هم. پس من اینجوری میگم دو قطب حقیقی دارم. حالا اون قطبای حقیقیم پی یک با توجه به اون معادله میشه منفی اتا اومگا ان به اضافه اومگا ان رادیکال اتا دو منهای یک، و پی دو میشه منفی اتا اومگا ان منهای اومگا ان رادیکال اتا دو منهای یک. حتماًم هر دو ریشه منفی هست. اون که خب اصلا منفیه هیچی،
این یکی هم اومگاینش رو بکشیم بیرون، رادیکال اتا دو منهای یک حتما از اتا کوچیک‌تره. در نتیجه با توجه به اینکه اتا و اومگاین هر دوشون پارامترهای مثبتی هستن، کلش منفی میشه. پاسخ پله چه شکلی داره؟ میتونیم ببینیم در واقع همه اینها از همون عکس تبدیل لاپلاس استفاده میشه، محاسبه میشه. یه مقدار نهایی داره سی استدی استیت. نه، چون یک مثبته اونا هم باید مثبت باشه. آها، خب ببینید اومگا ان که جذر اینه در واقع، ما مثبته رو در نظر میگیریم. خب آره، منفی رو در نظر بگیم، من اتارم باید منفی یه حالت میشه باز. سی تی میشه سی استدی استیت در خیلی نیاز، یعنی اصلا نیازی به حفظ کردن پاسخ ها نیست. ما اصلا تمام تلاشمون اینه که از این به بعد این پاسخ ها رو بدون به دست آوردن مشخصات سیستم رو بگیم. یک به اضافه اومگا ان روی دو رادیکال اتا دو منهای یک در ای به توان پی دو تی تقسیم بر پی دو منهای ای به توان پی یک تی تقسیم بر پی یک. حواستون باشه که پی یک و پی دو دو تا عدد حقیقی منفی هست، یعنی این به توان ای به توان منفی مثلا دو تی و ای به توان منفی یک تیه. خب شکل پاسخ این به چه ترتیبه؟ بذارین اینجا بنویسم. اولا این میرسه به یه مقدار نهایی سی استدی استیت. تی که میره به سمت بی نهایت اون ترما صفر میشن، میشه سی استدی استیت. پاسخش که برای تی های منفی صفره، اینجا یک همچین حالتی داره. پاسخ شبیه پاسخ سیستم مرتبه یک. این از حالت اول که میرای شدید. حالت دوم میرای بحرانی. میرای بحرانی وقتیه که اون دوتا قطب حقیقی میشن یک قطب، یک قطب مکرر. که این اتفاق میافته؟ دلتا پریم صفر باشه، یا به عبارتی اتا یک باشه. یک قطب حقیقی مکرر، یعنی پی یک و دو هر دو میشن چی؟ منفی اتا اومگا ان. پاسخش در این حالت چه شکلی داره؟ سی تی میشه سی استدی استیت. اینم باز دوباره از عکس تبدیل لاپلاس به راحتی به دست میاد. یک منهای ای به توان منفی اتا اومگا ان تی در یک به اضافه اومگا ان تی. ها اتام که یکی راست بکنیم. مرسی. پس این رو بذار برداریم. خب پاسخ این چه شکلی داره؟ پاسخ اینم دوباره شبیه پاسخ مرتبه
یکه. تی که میره به سمت بی‌نهایت فقط سی استدی استیت میمونه. اگه بخوام پاسخ اینو رسم کنم، مثلا فرض کنین به این ترتیب، این اتای بزرگتر از یک، این اتای مساوی یک. به طور معمول اگه هیچی رو دست نزنین فقط اتا رو دست بزنین، یعنی اومگا این رو تکون ندین، فقط اتا رو دست بزنین، اتای مساوی یک که میرای بحرانی باشه سریع تر پاسخش از اتای بزرگتر از یک. پس اینجا هم پاسخ شبیه سیستم مرتبه یک. سوال امتیازی. من وقتی میگم پاسخ شبیه سیستم مرتبه یکه، دیگه هیچ پارامتر، هیچ مشخصه ای رو نمیرم براش حساب کنم، چون برای سیستم مرتبه یک حساب کردم. یه سرعت پاسخ بوده که اونم چون شبیه سیستم مرتبه یکه همون معنی رو میده. ولی چجوری میتونین از اون استفاده کنین؟ به این ترتیب، برای هر یک از حالات میرای شدید و میرای بحرانی سیستم مرتبه دو کلی، یا چی گذاشته بودیم اسمشو، استاندارد، سیستم مرتبه یکی را پیدا کنید که پاسخ آن تا حد ممکن به پاسخ سیستم مرتبه دو در اون حالت ها نزدیک باشد. سوال یه ابهام توش هست که میتونه بگه چی؟ یعنی بهترینش. نه، ابهامش اینجا نبود. بهترین سیستم مرتبه یکی رو پیدا کنیم که پاسخش به پاسخ این نزدیک باشه. نزدیکی تفسیر داره، هر کی یه جوری میتونه تفسیرش کنه. یه ملاک منطقی خودتون در نظر بگیرین و با اون حل کنین. من مثلا میگم که دو تا پاسخ به هم دیگه نزدیکن اگه حالت اولیه‌شون و حالت نهاییشون مثل هم باشه. این یه جور نزدیک بودنه. یه جور نزدیک بودن اینه که نمیدونم در لحظه نیم، میگم در لحظه یکسانی برسم به نصف پاسخ چیز. یه وقت میگم در لحظه زمان نشستشون مثل هم دیگه باشه. زمان نشست یادتونه تو سیستم مرتبه یک چی بود؟ چقدر؟ یا 98% یا 95% مقدار نهایی. یه جوری پیدا کنین که پاسخهای زمان نشستشون مثل هم باشه، یا اینکه نه، یکی خواست خیلی کار جدیتری انجام بده، بگه نه من میام اختلاف پاسخ این و پاسخ اونو حساب میکنم، انتگرالش رو زمان میگیرم، مینیمم میکنم. اینا همش میتونه معنای نزدیکی باشه. پس معیاری انتخاب کنین بر اساس اون معیار، برای هر حالت هم جداگانه ها، چون لزومن مثل هم دیگه نیستن. زمانش هم تا چی؟ تا ساعت 3 بامداد 4 آبان. سه بامداد
آپلود میکنم، من میذارم توی سایت، آپلود میکنیم توی سایت. خب این دوتا حالت، این دوتا حالت اونقدر حالتهای مهمی نیستن. نمیرسه قدرت از جوان مردان اون انتها اونو روشن میکنیم مثلا واسه آج خانم. خب دو حالت رو من بررسی کردم، این دو حالت گفتم حالت‌های خیلی مهمی برای ما نیستن، نه اینکه اصلا ارزشی ندارن ها، میشن مثل سیستم مرتبه یک. خودتون هم میریم پیدا میکنیم ببینیم چه تقریبی بزنیم که شبیه سیستم مرتبه یک باشه، یا به عبارتی سیستم مرتبه یک معادلش رو پیدا کنیم. حالت سه که مهمترین حالت برای ما، یعنی به طور خاص سیستم مرتبه دو، مرتبه دویش تو این حالت نشون داده میشه، میرای ضعیف یا بهش میرای نوسانی هم میدیم. وقتیه که دلتا پیلی منفی باشه، ما ریشه حقیقی نداریم، یه زوج ریشه مختلط مزدوج داریم، دلتا پیریم منفی باشه، که این اتفاق میفته اتا کوچیکتر از یک باشه. من برای اینکه یادآوری بشه میگم که اتا الان خودش حتما بزرگتر از صفر هست، کوچیکتر از یک. اگه اتا کوچیکتر از صفر بود که دیگه اصلا سیستم ناپایدار، هیچ کاری لازم نیست بکنی. خب در این حالت دو ریشه مختلط مزدوج داریم، پی یک منفی اتا اومگا ان، یه دفعه با هم می نویسم، پی یک و دو مثبت و منفی جی اومگا ان رادیکال یک منهای اتا دو، یا به عبارتی منفی اتا اومگا ان مثبت و منفی جی اومگا دی. آره اومگا دی رو تعریف کرده بودیم چی؟ اومگا این رادیکال یک منهای اتا دو، به شرط اینکه اتا کوچیکتر از یک باشه. خب پاسخ این برای ما مهمه، پاسخ اینجا می نویسم سی تی مساوی با سی استدی استیت، یه مقدار نهایی داره یک منهای ای به توان منفی اتا اومگا ان تی در پرانتز کوسینوس اومگا دی تی به اضافه اتا روی رادیکال یک منهای اتا دو سینوس اومگا دی تی. پاسخ این تشکیل شده از یک قسمت نمایی که داره میرا میشه، میرسه به صفر به مرور، و یک قسمت نوسانی. انگار دامنه این نوسانات به مرور داره کم میشه و در نهایت هم میرسه به مقدار سی استدی استیت. سی استدی استیت تو همه اینا برای پاسخ پله مشخصه که چیه؟ چیه؟ توی اون سیستم کلی که من نوشتم به پاسخ پله اینجا می نویسم که برای همه مشترکه، سی استدی استیت میشه کا به روی اومگا این دو. حالا یه حالت خیلی خاص داره، اون هم اینه که کا خودش باشه اومگا این دو، اون موقع خطای حالت ماندگارش صفره، چون دقیقا رسیده به یک، پله واحد بهش دادین رسیده به یک. خب بریم پاسخ اینو ببینیم، پاسخ این خیلی مهمه. خیلی از سیستم های کنترلی که ما بررسی میکنیم رفتارشون شبیه رفتار سیستم مرتبه دوه.
ببینید سیستم مرتبه دو یک نوساناتی داره تا میرسه به یک مقدار ثابت، البته به شرط اینکه پایدار باشه. این مقدار ثابت همون سی استدی استیت. یک سری کمیت روی این تعریف میشه، روی این پاسخ. ببین اون پاسخ مرتبه این دیگه شبیه پاسخ مرتبه یک نیست. روی پاسخ مرتبه یک صرفاً یک کمیت تعریف میشه، دو تا حالا، یکی حالت ماندگارش، یکی هم زمان نشست. اینجا به دلیل اینکه یه نوسانی وجود داره کمیت‌های مختلفی تعیین میشه که هر کدومش یه ارزشی داره. تو بعضی مسائل هم بعضیاش مهمه، بعضیاش ممکنه زیاد مهم نباشه. یادم بندازیم این که تموم شد، حالت چهارم هم بگم که اصلا حالت خیلی مهمی برای ما نیست. میتونین حدس بزنین، یعنی باید بتونین حدس بزنین چیه؟ بزنین اصلا همین الان بگم. حالت چهار میرا نیست دیگه، نوسانی خالصه. حالا خالصشو فکر کنم از خودم دارم میگم، نوسانی وقتیه که اتا صفر باشه. اصلا برای همین به اتا میگیم نسبت میرایی. وقتی اتا صفر باشه دو ریشه موهومی مزدوج داریم، پی یک و دو مساویه با مثبت و منفی جی اومگا ان. پاسخش چه شکلی داره؟ سی تی مساویه با سی استدی استیت یک منهای کوسینوس اومگا ان تی، فکر کنم بله. این هول یک، هول سی استدی استیت همینجوری نوسان میکنه، میرسه به صفر، دوباره میره تا بالا، دوباره در واقع بین صفر تا دو سی استدی استیت داره یه نوسانات سینوسی انجام میده با مقدار با فرکانس اومگا. این حالت خیلی مورد نظر ما اصولا نیست. خب بیایم اینجا کمیت‌های پاسخ پله سیستم مرتبه دو در حالت میرای ضعیف یا نوسانی. زمان تأخیر که معمولا با تی دی نشونش میده، تعریفش چیه؟ زمانی است که پاسخ برای اولین بار به نصف مقدار نهایی میرسد. ببینید چرا بهش میگن تأخیر؟ انگار عملا تا قبل از اون سیستم شما خیلی تکونی نخورده، تازه داره اون لحظه عکس العمل نشون میده، نه اینکه واقعا تکون نخورده، تقریبا تکونی نخورده. چجوری این لحظه حساب میشه؟ خب کاری نداره، شما پاسخ در حالت کلی رو دارین، باید تی دی رو پیدا کنین که میشه یک دوم سی استدی استیت.
خب این مقدار چجوری حساب میشه؟ الان بهتون میگم. به صورت تقریبی، این تنها پارامتریه که به صورت تقریبی حسابش میکنیم. میشه به صورت دقیق حساب کرد ولی دردسرش زیاده. میگیم که هست 1 به اضافه 0.7 اتا تقسیم بر امگا ان. حواستون باشه که برای حالت میرایی ضعیفه کلنا، یعنی اتا باید کوچکتر از 1 باش. خب روی شکل اگه بخوام زمان تأخیر رو نشون بدم، میگم که اگر این یک دوم سی استدی استیت باشه، زمان تأخیر این زمانه تی دی. یه زمان مهم دیگه داریم زمان صعود یا زمان برخاستن. نه نه نمیشه، محال نه. محالو الان خودم به شک کردم، برای اینکه دوبار قطع کنه باید دامنه این نوسانات، اگر دوباره قطع کرد که الان مطمئن نیستم این اتفاق میفته یا نه، میشه رفت در آورد. چرا هم نمیشه مطمئن گفت؟ چون که نسبت میراییه، یعنی ای به توان منفی اتا اومگا ان با دامنه نوسانات به همدیگه مربوطن. اگه نبودن خب حتما ممکن بود مثلا نوسانات یه جوری باشه 10 بار قطع کنه. اگر که چند بار قطع کرد که حالا اینو میبینیم اتفاق میتونه بیفته یا نه، اولین باری که این اتفاق میفته. خب زمان صعود یا تیر رایز، زمانی است که پاسخ از چند تا حالت داره، یعنی معیارها مختلفه، یا از 0% مقدار نهایی به 100% مقدار نهایی میرسد. برای اولین بار مجددا، چون حتما این یکی دیگه حتما چند بار قطع میکنه. ملاکای دیگه ای که وجود داره، البته چیزی که برای ما مهمه همون 0% تا 100% 5%، 10% به 90%. چیزی که برای ما مهمه همین ملاک اولیه. ما از این استفاده میکنیم چون محاسبش راحت تره. میتونه زمانی تاخیرم خطش چند بار قطع بکنه دیگه، مثل حالت نوسانی که کاملا نوسانیه، ما اینو بیایم اتا رو خیلی به صفر میل بدیم قطعا این اتفاق میفته دیگه، ولی هنوز میراست. آره ولی میگم چون در واقع ای به توان هر چقدر اتا به صفر نزدیکتر باشه، سرعت میرایی ما کمتر میشه، از اون طرف دامنه نوسانمون میشه گفت که نه، دامنه نوسانمون حداقل اینم بره به سمت صفر. الان دامنه نوسانات این چیه؟ ماکسیموم مینیموم این چیه؟ رادیکال آ2 به اضافه B2 فکر کنم میشه 1 به اضافه اتا دو، رادیکالی که به اضافه اتا دو به روی 1 اتا دو. این هر چقدر که اتا به صفر نزدیکتر بشه به 1 میرسه، حالا حداقل اینو داریم، به 1 هم که برسه پس در نتیجه میتونه 50% رو قطع کنه.
خب زمان صعود رو چجوری حساب میکنیم؟ ما چون اون ملاک بالا رو در نظر گرفتیم، عملا سی تی آر وقتیه، تی آر جاییه که سی تی آر میشه سی استدی استیت. از این میتونیم بریم تی آر رو حساب کنیم، زمان صعود رو. پی منهای بتا تقسیم بر امگا دی، که بتا هم هست تانژانت منفی یک امگا دی بروی اتا امگا ای. خب زمان صعود رو توی این شکل ببینیم، با توجه به چیزی که ما معیار 100 درصدی که ما استفاده می‌کنیم، این میشه زمان صعود. خب قبل از این که بذارین ادامه بدم بعدن. زمان اوج، زمان اوج خیلی خودش مهم نیست، یه جاهای معدودی مهم میشه. زمان اوج یا تی پیک زمانی است که پاسخ به بیشترین مقدار خودش میرسه. چجوری پیداش میکنیم؟ مشتق میگیریم. وقتی مشتق بگیرین، اولین جایی که پاسخ صفر میشه، مشتقش صفر میشه، همون بزرگترین مقداره. حتی دیگه خیلی نمیخواد چک کنین که ماکسیمومه یا نه. در واقع من تی پیک رو میگم مینیموم تی هایی که دی سی تی به دی تی مساوی صفر میشه. مشتق میگیرم مساوی صفر قرار میدم، تی پیک میشه پی تقسیم بر امگا دی. امگا دی عملا چیه؟ فرکانس این نوسانات. دو پی تقسیم بر امگا دی یه پریود نوسانه، پی تقسیم بر امگا دی وسط اون پریود نوساناته، که با توجه به شکل پاسخ همون جاییه که حد اکثر اتفاق میفته. خب پس این هم میشه تی پی. اینها زمانهایی هستند که تعاریف مختلف دارن ولی خیلی هم از هم مستقل نیستن. اینجوری نیست که شما هر جوری خواستین بگین آقا من یه ستی ارائه میدم تی دی، تی آر، تی پی، حالا بعدا اینو تی اس هم بهش اضافه میشه. نه، اینا با هم وابستن. دو تاشو تعیین کنی ممکنه سومی چهارمی دیگه خود به خود تعیین بشه. اما چرا اینا رو تعریف میکنیم؟ یکم جلوتر میگم. خب زمان اوج رو هم گفتیم. حالا یک پارامتری که تقریبا تنها پارامتر زمانی غیر زمانیه که ما مطرح میکنیم به اسم حد اکثر فراجهش. که خیلی وقتا درصدی بیان میشه، MAP بهش میگن، اوورشوت هم بهش میگن. حد اکثر فراجهش یه نسبته، نسبت بالازدگی از مقدار نهایی به مقدار نهایی. اینو میگیم پس درصده بالازدگی
پاسخ از مقدار نهایی به مقدار نهایی، یا به عبارتی MP بالازدگی کجا اتفاق میفته؟ بیشترینش تو TAPه، میشه CTAP منهای CSTD-STATE تقسیم بره CSTD-STATE. حالا ممکنه به درصد بیانش کنی، ممکنه هم هست نه، چون من الان میخوام رابطهشو بنویسم به درصد بیانش نمی کنم. این رو که حساب کنین با TP که اون ور حساب کردیم میشه E به توان منفی پی اتا به روی رادیکالیه که منهای اتا دو. دقت کنیم که میزان یا همون درصد اوورشوت یا حد اکثر فراجهش فقط به چی وابسته است؟ فقط به اتا، به همون نسبت میرایی. یادتون هم باشه که اتا حتما الان بین 0 و 1. در واقع اگه بخوایم روی شکل، نمیشه اینو نشون داد، میشه نسبت این قله به این مقدار، صرفا حالا چیزی که میشه نشون داد این، این همون CTAPه. خب یه دونه پارامتر دیگه میمونه به اسم اونم از جنس زمانه، زمان نشست. اینو قبلا تو سیستم های مرتبه یک هم داشتیم، ولی تو سیستم مرتبه یک فقط یه زمان داشتیم، اونم همین زمان نشست بود یا TS. TS رو چجوری تعریف میکنیم؟ ببین، ما دنبال یک زمانی میگردیم که تقریبا بگیم پاسخ به مقدار نهاییش رسیده، تقریبا هیچ وقت که به طور تئوری به مقدار نهاییش نمیرسه. توی سیستم مرتبه یک میگفتیم زمانیه که به 95 یا 98 درصد مقدار نهاییش برسه. اینجا نمیتونیم اینو بگیم، به خاطر اینکه میرسه به 100 درصدش میرسه ولی رد میشه. در واقع میگیم زمان نشست آخرین باریست که پاسخ به 98 درصد یا 95 درصد مقدار نهایی، به جای این اینجوری می نویسم، مثبت و منفی 2 درصد، مثبت و منفی 5 درصد مقدار نهایی خود رسیده و از آن خارج نمی شود. یعنی چی؟ من یک نواری حول این در نظر بگیرم، حول مقدار نهایی، خب که این فاصله همون مثلا مثبت و منفیه، حالا یا 2 درصد یا مثبت و منفی 5 درصد، هر کدومو که در نظر گرفتیم. آخرین باری که وارد این نوار میشه و دیگه از این نوار بیرون نمیاد، انگار دیگه نشسته روی پاسخ نهاییش. حالا الان تو این شکلی که من کشیدم اینجاست TS. دقت کنین، من میگم که زمان نشست با استفاده از منحنی های پوش پاسخ محاسبه میشود.
این پاسخ دو تا منحنی پوش داره، از بالا و پایین، که همواره در واقع پاسخ بین این دو تاست. این منحنی‌های پوش راحت میشه حسابشون کرد، عملا ماکسیموم این داخلیه رو بگیریم همینه در هر لحظه. البته منحنی‌های پوش رابطه شون اینه، باز رابطه اینا هم برای ما خیلی مهم نیست. یک مثبت و منفیه، ای به طرف منفیه اتا اومگا ان تی به روی رادیکال یک منهای اتا دو. سی استیت. مرسی. خب زمان نشست زمانیه که همین دوتا منحنی پوش که به این من دیگه شکل شلوغ نمی کنم، به این ترتیب و این ترتیب هستن، این دوتا منحنی پوش بالاییه مثبت 2% رو قطع میکنه، پایینی منفی 2% رو. هر کدوم که دیرتر ماکسیموم این دوتا، هر کدوم دیرتر اتفاق بیفته اون میشه زمان نشست. با این ترتیب زمان نشست رو حساب میکنیم که همون رابطه سیستم مرتبه یک براش به دست میاد. تو سیستم مرتبه یک چی بود؟ با معیار 98% 4 به روی آ بود، 4 تی بود در واقع. این ما قسمت حقیقی رو در نظر بگیریم میشه این معیار 2% 3 به روی تا اومگا ان معیار 5%. ما معمولا ذکر میکنیم که کدوم معیار مد نظرمونه. خب توی پاسخ گذرا، توی پاسخ گذرا اگه یادتون باشه من هر وقت مینوشتم میگفتم یکیش انحراف، یکیش سرعت. همه زمانهایی که ما اینجا نوشتیم از یعنی به نوعی بیان کننده یک سرعتیه. تنها چیزی که بیان کننده انحرافه فقط تو سیستم مرتبه دو میرای ضعیف اتفاق میفته، اونم همین میزان فراجهشه. میزان فراجهش چی میگه؟ میزان فراجهش میگه که من اگه از این نقطه‌ای که هستم، فرض کنی یه بازوی ربات داریم، بخوام برسم این نقطه و قراره مثلا 45 درجه رو طی کنم، توی 45 درجه چقدر میرم و برمیگردم؟ من مستقیم اگه اینجوری برم یعنی میرای بحرانی یا شدیده، اما اگه اینجوری رفتم این یعنی میرای ضعیفه. حالا چی توش مهمه؟ اینی که شما چقدر اوورشوت دارین، چقدر میرین و برمیگردین. یه جایی هست اوورشوت اصلا قابل قبول نیست، مثلا فرض کنین که یک دسته هپتیک دارین که دارین باهاش جراحی انجام میدین، یعنی پزشک یه دسته دستشه داره دسته رو اینور اونور میکنه، اونور یه بازوی رباته که داره حرکات پزشک رو تقلید میکنه، بین این تا اون یه سیستمیه که تأخیر داره، به خصوص اگه مثلا تو بستر مثلا اینترنت باشه. دیدین حتما فیلمایی که دکتر یه جا نشسته داره از اونجا مثلا سعی میکنه جراحی انجام بده، تأخیر داره، کلی سیستم دینامیکی اون وسط هست، موتور هست، بازو هست، لینکایی هست که یه خود خود اون لینکا نوسان دارن، ذاتن لینکای صلب نیستن. بعد اوورشوت معنیش چیه؟ طرف میخواد مثلا فرض کنین پوست شکم رو پاره کنه تا برسه مثلا به اون قسمت داخلی. اوورشوت یعنی اینکه رودرم زده رفته، حالا حداقل یه قسمتی شد. یه جایی هست نه، اوورشوت خیلی مهم نیست، شما یه بازوی داره جوشکاری میکنه، حالا اون از دو طرف هم بازه، قرار یه نقطه رو بزنه، یه خود رفت و بعد برگشت سر جا رو جوش داد، خیلی هم اتفاق بدی نمیفته.
یه مثال دیگه، شما فرض کنین که یه ربات دارین میخواد یه چیزی رو، یک نقطه‌ای هست مثلا یه توپه، میخواد برسه با اون توپ، اون توپو شوت کنه. خب از اینجا بهش میگیم برو وایس درست پشت سر توپ برای اینکه بتونی شوتش کنی. اوورشوت معنیش چیه؟ یعنی میاد وای میسه، یه خورده میره جلو، تام میخوره به توپ، توپ میره جلو، بعد دوباره باید بره جلو، هی انگار توپو با خودش میبره جلو، هیچ وقت نمیتونه ضربه بزنه بهش. یه جاهای اوورشوت به هیچ وجه قابل قبول نیست. تقریبا یه تعادلی مجبوریم برقرار کنین بین سرعت پاسخ و اوورشوت. یه جایی که میگه آقا سرعت برای من خیلی مهمتره، اوورشوت هم داشت مهم نیست، من مهم برام اینه که حتی زمان نشستم برام مهم نیست، مهم اینه که پاسخم سریع برسه به 100% مقدار نهاییش. مثلا توی سیستم تهویه مطبوع توی 20 درجه اگه 2 درجه هم برای یه لحظاتی، 5 درجه هم برای یه لحظاتی بالا پایین بره خیلی مهم نیست، ولی طرف از بیرون اومده و میخواد به سرعت دما برسه به دمای مورد نظرش، حالا یه کم هم بالا پایین رفت بالاخره ست میشه دیگه، انقدر حرارت مسئله مهمی نیست. پس جا به جا فرق میکنه و معمولا شما در یک تعادلی بین، یه مصالحه‌ای باید بینه سرعت و انحراف برقرار کنین، مگر اینکه یه دفعه به کل بگین که هر دوتاشو با هم میخوام، اون وقت باید خرج بیشتری بکنین. اگه یکی رو با یه کنترل کننده ساده میشد خوب کرد، دوتاش با هم دیگه رو باید با دوتا کنترل کننده دینامیکی مثلا خوبش کنین. خب بریم سراغ مثال. مثال یک موتور دی سی با کنترل جریان تحریک را به صورت زیر کنترل میکنی. یه کنترل کننده ای براش قرار دادیم، دو تا حلقه کنترلی داره، یه جی اس داریم که تابع تبدیل موتوره که ولتاژ رو تبدیل میکنه به سرعت دورانی، قبلا در مورد اینا صحبت کردیم. از این سرعت دورانی اگه یه انتگرال بگیریم میشه زاویه. اینجا یه کایک میذارن، یه بهره است، مثبت منفی. اینجا هم فقط با فیدبک واحد منفی میبند. جی اس رو در نظر میگیرم، کائن به روی جی اس به اضافه بی. صورت مسئله چیه؟ اگر جی مساویه با 1 کیلوگرم متر مربع و بی مساویه با 1 نیوتن متر به رادیان ثانیه باشد، کایک و کای ام را به نحوی بیابید
که مشخصات حلقه بسته زیر حاصل شود. چه مشخصاتی میخواد؟ زمان نشست 2.5 ثانیه، فراجهش 20% و خطای حالت ماندگار به پله. کل اینها مال پاسخ پله است دیگه. مشخصات پاسخ پله حلقه بسته و خطای ماندگار به پله 0 باشه. خب اولین کاری که میکنین تابع تبدیل خروجی به ورودی رو پیدا میکنین. اینم آره دیگه. تابع تبدیل تتای اس به آره اس. دو تا حلقه داره. من دیگه اینو باید پیدا کردم. پیدا نمی کنم دیگه. میشه کار ام اس دو به اضافه یک به اضافه کار یک کار ام در اس به اضافه کار ام. خطای حالت ماندگار میشه ورودی در حالت ماندگار منهای خروجی در حالت ماندگار. حالا خروجی هم اینجا تتای استدی استیت که مقدارش چیه؟ 0. کافی است سیستم پایدار باشد. پس اگه سیستم پایدار بشه خود به خود خطای حالت ماندگارش 0. بیایم اینجا ام پی رو گفته 20% یا به عبارتی 2/10. 2/10 باید مساوی بشه با ای به توان منفی پی اتا رادیکال 1 منهای اتا 2. از طرفین یه ln بگیریم در میاریم منفی پی اتا به روی رادیکال 1 منهای اتا 2 مساوی منفی 1.6 که حالا منفیاشو میزنیم میشه 1.6. طرفین رو به توان 2 برسونین اتا 2 به دست میاد. اتا 2 رو که به دست آوردین اتا از روش پیدا میکنین. اتا میشه 0.45. پس برای این که این اوورشوت رو داشته باشم اتا باید 0.45 باشه. خیلی چرا؟ سخت نمیشه. باید ببینید هر بار حساب کنه. بابا خب واقعا فرمولش فرمول عجیب غریبی نیست. به خصوص مال زمان نشست و اوورشوت که خیلی استفاده میشه ناخودآگاه تو ذهنتون میمونه. خب زمان نشست رو گفته چقدر باشه؟ گفته 2.5. حالا نگفته با چه معیار. شما در نظر بگیریم با وقتی نمیگه با معیار 98% با معیار 2% با معیار 2% معنی این اینه 4 به روی اتا اومگا ان مساوی با 2.5. اتا رو قبلا پیدا کردین 0.45. اومگا این اینجا پیدا میکنی. اومگا این مساوی 3.55. خب شما اتا و اومگا اینتون رو پیدا کردی. حالا بیاین به تابع تبدیل حلقه بسته نگاه کنی. پس از مقایسه تابع تبدیل حلقه بسته با
سیستم مرتبه دوم نمونه. کائم همون امگا ان دوه که امگا ان مطلوبتون رو حساب کردین 3.55 به توان دوش میشه 12.6. این از کائمتون. باز نگاه کنین، یک به اضافه کایک کائم هست دو اتا امگا ان. هم اتا رو دارین هم امگا ان رو دارین که این در واقع هست 9/10 ضرب در 3.55. کای ام رو هم دارین، کایک رو پیدا میکنین، کایک مساویه با 0.17. تموم شد مسئلتون. هم خطای حالت ماندگار رو تونستین صفر کنین چون سیستم پایداره دیگه، همه ضریباش مثبته، هم اوورشوت شد 20%، هم زمان نشستتون شد 2.5 ثانیه. میتونین بقیه پارامترها رو حالا حساب کنین با مقادیر به دست آمده. میتوان سایر مشخصات پاسخ پله را محاسبه کرد. ببینم ما کدوماش رو حساب کردیم. مثلا تی پیک که هست پی تقسیم بر امگا دی، این میشه 1 ثانیه. تی آر که هست پی امن های بتا تقسیم بر امگا دی میشه 0.65 ثانیه. اون یکی هم این هم میتونین حساب کنین. گوش آن، یکی به اضافه 0.7 اتا تقسیم بر امگا ان، اتاتون که هست 0.45، امگا انتون هم هست 0.55. یک و دو دهم تقسیم بر 3.55 یه عددی میشه دیگه، 1/3 مثلا میشه اون دو 0.33 ثانیه. خب این از این مسئله. سوالی هست؟ آره دیگه. چرا؟ چون بهره دی سی یعنی کی پی این چنده؟ حد جیه، حد تابل تبدیل دیگه. از رو نوع سیستم نمیتونی بگی. خب خودم هم داشتم اشتباه میگفتم. از رو نوع سیستم نمیتونی بگی. تکتای استدی استیت به ورودی پله میشه اس در یک اسم که اون دوتا با هم میرن. وقتی این کی ام بری کی ام میشه 1. خود پله هم که 1ه، پس اصولا میرسه به مقدار خود پله، فقط به شرط اینکه سیستم پایدار باشه. آره، ولی اون چیزی که از ما خواسته میگه که اینها نسبت به پله، اگه ورودی پله نباشه دیگه خیلی از این پارامترها اون معنی که تو پاسخ پله دارن دیگه ندارن. آره، ما فقط پاسخ پله رو بررسی میکنیم. حالا اگر که بخواد شیب رو ردیابی کنه، شبیه این تو شیب هم اتفاق میفته. یعنی چی؟ فرض کنید شیب اینطوری در نظر بگیرید، اینجوری نوسان میکنه میرسه به شیب. اینها دیگه این پارامترایی که اینجا نوشتیم نیست، ولی یه حس مشابه اون داره. یعنی شما اگه بتونین پاسخ پله خوبی بگیرین از نظر مشخصات گذرا، تقریبا میتونین بگین پاسخ شیبش هم خوبه. اما اگه به طور خاص بخواییم برای شیب طراحی کنین، نه، هیچ کدوم از این چیزا فایده نداره. باید بریم پاسخ شیب رو درارین، پارامترهای رو جوی تنظیم کنین، اون بشه اون چیزی که میخواییم. حالا این تو باید اضافه کردن یه حقیقی دیگه به این میشه پله پله اضافه کرد، یعنی اگه
سیستمی تغییر کنیم که این لعنا محل محل زیاد کنیم. خب باز میگن یه حل داده دیگه بهش درست میشه. یعنی هر وقت دیگه چجوری؟ از همینجا بگیریم دوباره اضافه کنیم اینجا. آه اگه بخوایم شیب تعقیب کنی؟ نه، پله پله بریم بالا. آه آرو میخوایم باشه. تو یه آری میخوای که پله پله بره بالا. خب. خب این بازگن یه حلقه به همین درست میشه. نه یه حلقه به همین اضافه کنی انگار اینجوری ضرب داره دو کردی. خب نه، اون با یه سیستم میتونیم بخوایم با وسط به وجودی خودمون دیگه. مثلا میخوایم با چه شیب، حالا با چه فرمی سر دار اون سیستم میخوایم کنیم. اول که بازگن یه سیستم بازگن یه بلاشیه بهش درست میشه. یه کارشینه شما اینجا یه دونه انتگرال گیر بذاری بعد بهش شیب بدی. انتگرال شیب میشه چی؟ پله. من خیلی نمیفهمم دقیقا چی میگی. بستگی داره اون چیزی که اون پایین میذاری چیه. اونی که اون پایین میذاری چیه. باید در نهایت شیبی که اینجا میدی شب این و شبیه پله بشه. تو اینو میخوای دیگه. آخه اونجوری تنظیم اون شیبمونو باید بیاری اون چیزی که تو ذهنته بکش بیار ببینم. یعنی بلوک دیاگرامشو بکش بیار ببینم چجوریه. خب ما سیستم مرتبه یک و سیستم مرتبه دو مشخصات پاسخ گزاراش رو دیدیم. یه چیز خیلی کوچیک اینجا بگم جنبه ترسیمی داره بعد بریم سراغ اینی که حالا با سیستم های مرتبه بالاتر چیکار کنیم. ما یک تصوری از جایگاه قطب‌های سیستم مرتبه دو داشته باشیم. در واقع هنوز دارم تو حالت میرای ضعیف صحبت میکنم. تو حالت میرای ضعیف سیستمی که پایدار باشه و میرای ضعیف باشه دو تا قطب داره به این ترتیب. اینجا مثبت J اومگا D، اینجا منفی J اومگا D. اینا قطب های سیستمی هستند که داریم بررسیش میکنیم. از نظر ترسیمی این فاصله اومگا n همینجوری فاصله پایینی فرقی نمی کنه و این مقدار هم بتاست. تانجانت منفی یک فلان که نوشت تانجانت منفی یک اومگا دی به روی اتا اومگا n. بتا مشخص کننده یه چیز دیگه هم هست، کوسینوس منفی یک اتا. کوسینوس منفی یک میشه این اندازه به روی این اندازه که میشه اتا. حالا با جهتش میشه با جهتش میشه منفی اتا که ما دیگه جهتش رو در نظر نمیگیریم. خب یه سری مکانها تعریف میشه بعدن ازش استفاده میکنیم. به ترتیب اینا رو میگیم. مکان فراجهش ثابت، فراجهش کاملا به چی برمیگشت؟ اتا. در واقع این همون اتا ثابته.
این چه مکانیه؟ یک نیم خطه که از مبدا میگذره، اما در واقع دو نیم خطه، ولی من فقط نیم صفحه بالاشو. همه این نیم خط اتا یکیه، میزان فراجهش یکیه. شما الان چه قطباتون اینجا باشه، چه اینجا باشه، چه دورتر اینجا باشه، میزان فراجهشتون یکسان. زمان نشست ثابت یا در واقع اتا اومگا ان ثابت اتا اومگا ان باید ثابت باشه. خطوط عمودی همه قطب هایی که روی این خط عمودی قرار دارن زمان نشستشون یکیه، یکسانه. بقیهش دیگه اونقدر ارزشمند نیست. مثلا اومگا دی ثابت، همه اونایی هن که روی خط افقی قرار دارن، در واقع نیم خط افقی، اومگا ان ثابت، اومگا ان ثابت نیم دایره به مرکز مبدأه. میگم نیم دایره چون این ورش اصلا در نظر نمیگیرن. تمام اونایی که روی این نیم دایره هستن اومگا انشون مقدار ثابت. اون دو تای دومی خیلی مهم نیست، بیشتر اولیا مهمه. خسته الان دوباره خسته شدیم الان بعد از تعطیلات، آره الان دوران پسا تعطیل رو داریم سفری میکنیم. خب یک کم وقتمون کمه، اینها رو نه جلسه دیگه نه. سلامت باشی برادر. ببینید من میخوام در مورد سیستم های مرتبه بالاتر صحبت کنم. خیلی با جزئیات و دقیق دلایلشو نمیگم، فقط میخوام که یک حس مناسبی پیدا کنیم، بعد ببینیم چجوری یه سیستم مرتبه بالاتر تبدیل کنیم به یک سیستم مرتبه پایینتر. ببینید من میتونم در حالت کلی، یادتونه در حالت کلی اینو نوشته بودیم بی صفر اس ام بی یک اس ام منهای یک تا بی ام، یعنی صورتی چند جمله ای از مرتبه M، مخرج چند جمله ای از مرتبه M. هر چند جمله ای مرتبه M، هر چند جمله ای مرتبه M چند تا پاسخ داره؟ چند تا ریشه داره؟ M تا. پس اینها رو به این صورت می نویسن. فرض کنین یه ضریبی S به اضافه Z1 تا S به اضافه Zn، اینم S به اضافه P1 تا S به اضافه Pn. فرض کنیم سیستم پایداره، من خیلی الان با این کاری ندارم. اگر سیستم پایدار باشد پاسخ پله را با گسترش به قصرهای جزئی میتوان یافت. پاسخ پله این یه همچین شکلی داره. ببینید الان همه ی حرف منم روی پاسخ پله است.
این یک اسم هم درش ضرب میشه، بعد گسترش به کسرهای جزئی نتیجهش میشه این. یه جمله آ اسم میاره به تعداد قطب هایی که اینجا وجود داره، آی از یک تا ان، آی به روی اس به اضافه پی آی میاره. اگر مرتبه، اگر همش قطب های ساده باشن، قطب های حقیقی باشن، مکرر هم نباشن، اینا همه اعداد حقیقی هن. که قطب‌های مکرر هم داشته باشه، یادتون باشه اینجا یه توان می‌خورد. خب فرض کنین الان همه قطب‌ها ساده‌ن و مکررن، هیچ فرقی تو نتیجه نمی‌کنه، همه قطب‌ها حقیقی و غیر مکرر. با این ترتیب سیتی شما میشه چی؟ این آسم که یه مقدار ثابت همیشه، یه آیویتیه در واقع، به اضافه سیگما آی از یک تا ان ای آی ای به توان منفی پی آی تی. خب فرض کنید شما یه تعداد زیادی قطب دارید، قطبای شما اصولا همون منفی پی آی ها هستن، خودش یه عدد منفیه، پی آی مثبت، منفی پی آی منفی. هر کدوم از این ای به توان منفی پی آی تی ها تو تی بی نهایت صفر میشن دیگه. کی سریع تر صفر میشه؟ اونی که پی آیش بزرگتره یا منفی پی آیش کوچیکتره. اونی که زودتر صفر میشه انگار اثر خودشو در مقابل بقیه از دست میده، یعنی بقیه هنوز در راهن که صفر بشن، این صفر شده، تموم شده، رفته. انگار اگه میخوایم بررسی کنین اونایی که خیلی دوره رو لازم نیست بررسی کنین، رفتار سیستم و لختی سیستم رو اونایی که نزدیکترن به محور پیایایی کوچیکتر دارن تعیین میکنن. حالا اینو میایم رسما اینجوری میگیم، این به این یه دلیل حذفشه ها. دلیل به دو دلیل اثر بعضی از قطب ها از بین می رود، تقریبا از بین می رود، یا اینجوری بگیم قابل صرف نظر کردن است. اول از همه اصلا اینی که گفتم دلیل دومه، یک قطب و صفری خیلی نزدیک هم باشن. اگر قطب و صفری نزدیک هم باشند، ضریب ای آی برای اون قطب خیلی کوچیک میشه، اصلا مشارکتش تو پاسخ کم میشه. ضریب ای آی برای آن قطب کم خواهد شد. یادتون میاد دیگه این ضریبه رو چجوری حساب میکردیم؟ میامدیم قطب را از توی اون بالایی میکشیدیم بیرون، اون اس مثلا به اضافه پی آی و بعد به جای اس میذاشتیم منفی پی آی، ببینیم مقدارش چقدر میشه. وقتی یه صفر هم تقریبا اون نزدیکا داشته باشین، تو صورت منفی پی آی که تو اون میذارین یه عدد خیلی کوچیکی میشه، ضرب میشه در بقیه، کلا عدد کوچیکی خواهد شد. همه این اتفاقات تقریبا. قسمت حقیقی یک قطب
بسیار بزرگتر از نظر اندازه دارم میگم ها. دیگه علامت رو توش در نظر نمیگیرم. قسمت حقیقی یک قطب بسیار بزرگتر از سایر قطب ها باشد. حالا یه معیاری وجود داره، حالا میگم در این حالت جمله ای به توان منفی پی آی تی به سرعت به صفر میل میکند و اثر قابل ملاحظه ای در پاسخ سیستم ندارد. حالا معیار ما اینه، اگر بتوان قطب‌های یک سیستم را در دو ناحیه، مثلا ناحیه یک و دو تو شکلی که الان می‌کشم، قرار داد، ناحیه یک و دو، اولا که کلا ما داریم تو نیم صفحه چپ صحبت می‌کنیم، فرض کنین ناحیه یک یه ناحیه اینجا که به منفی آ ختم میشه و ناحیه دو ناحیه اینجا که از منفی ب شروع میشه. اگر بی بزرگتر از 4 یا 5 آ باشه، اینا دیگه کاملا تقریبه ها، هر چی بزرگتر باشه بهتره. قطب‌های ناحیه یک را قطب‌های مغلوب، قطب‌های غالب، یعنی اثر رفتاری اینها غالبه، و قطب‌های ناحیه دو را قطب مغلوب می‌نامیم. حالا کاهش مرتبه سیستم رو چجوری انجام میده؟ ببینید اگه این وسط قطب باشه دیگه همه چی رو ریخته به هم، چون اینی که این وسطه اینا نسبت بهش اونقدر سری نیستن، اینا هم نسبت به این اونقدر کند نیستن، انگار یه مرزی نمیتونیم پیدا کنیم که بعضی ها رو بریزیم دور بعضی ها رو نگه داریم، همه یکم معنیدار میشن. البته تره ترش مجبور باشین این کار میکنین. به صورت عملی چجوری کاهش مرتبه سیستم می دهیم؟ در یک سیستم پایدار، اولا سیستمتون حتما باید پایدار باشه. ابتدا قطب‌های مغلوب و قطب‌هایی که صفر نزدیک به آنها وجود دارد حذف می‌کنیم. حذف که بکنیم فقط این انتهای کار نیست. سپس بهره ثابتی برای سیستم کاهش یافته پیدا می‌کنیم
که تا حد امکان ثابت های خطا KP KV KA برای دو سیستم یکسان باشد. مثال این سیستم رو در نظر بگیریم، GS مساویه با 200 در S به اضافه 2 در S به اضافه 3 به روی S به اضافه 10 در S2 به اضافه 10 S به اضافه 20 در S2 به اضافه 2 S به اضافه 2 در S به اضافه 3 و 1 دهم. قطبای اینه یه دقیقه نگاه کنی، این منفی 10، خب این چقدره؟ منفی 5 مثبت و منفی یه چیزی، این یکی منفی 1 مثبت و منفی یه چیزی، و این یکی هم که اصلا با این یکی قراره حذف بشه، کاری باش نداریم، اثر همدیگه رو خونسا میکنه. قطبای مغلوب کدومان؟ منفی 10 و منفی 5، چون از 5 برابر این بزرگتره، بزرگتر مساویه. پس قطب منفی 3 و 1 دهم، یا اینجوری بگم عامل S به اضافه 3 و 1 دهم به دلیل عامل S به اضافه 3 در صورت حذف می شود. S به اضافه 10 و S2 به اضافه 10 S به اضافه 20 حاوی قطب های مغلوب هستند که حذف می شوند. پس من یه جی ردیوس پیدا می کنم که حذف شدنی‌ها رو از توش حذف می‌کنه. یه 200 در S به اضافه 2 توی صورت دارم، S به اضافه 10 و اینا هم همه حذف میشه، S2 به اضافه 2 S به اضافه 2 توی مخرج میمونه. فقط حواستون باشه شما پاسخ گذرا رو، پاسخ ماندگار رو نباید فدای پاسخ گذرا بکنی. الان این دوتا پاسخ ماندگارشون با هم یکی نیست. مثلا گین دی سی این چنده؟ 400 به روی 2 200. گین دی سی این چنده؟ فرض کنید حالا این دوتا 3 و 3 و 1 دهم با هم دیگه میره، 2 ضرب در 20 ضرب در 10 میشه 400، اینم 400 1. این چقدر فرق میکنه؟ برای اینکه این اتفاق نیفته یک کا میذارم اینجا، بعد میام کارو پیدا میکنم، میگم آقا ثابت های خطا رو با هم یکی میکنم. سیستم اصلی سیستم کاهش یافته. سیستم اصلی که پیش چقدر شد؟ 1. سیستم کاهش یافته که پیش چقدر شد؟ 200K. سیستم اصلی که ویش چنده؟ یه اس باید داره ضرب کنیم، اسم میل بدیم به سمت صفر، صفر. که هاش هم صفره، این دوتا هم که وی و که هاشون صفره. پس برای این که ثابت ها با هم مساوی بشه کافیه KP ها با هم مساوی بشه. اینها رو با هم مساوی قرار میدین،
که به دست میاد یک دویستم، پس انگار این میشه یک. حالا این سیستم رفتارش خیلی شبیه به این سیستمه. میتونین برین توی مطلب رفتارش رو ببینین، یعنی پاسخ پله هر دوشون رو رسم کنین، مقایسه کنین با هم دیگه، ببینین چقدر نزدیک هم و واقعا باید نزدیک هم دیگه باشه. خب بپرس. الان اینجا درجه سوزن خیلی هم گرفتینه که مثلا یه جوری بود که سر به نظر درجه بیشتر میشد، ها اگر که فرض کن مثلا اینجا ما یه دونه این منفقند، فرض کن مثلا دو تا در واقع عامل دیگه هم اینجا داشتیم، خب مثلا این بود که یا یکی از عوامل صورت رو هم حذف می‌کردیم، چون ما اصلا کلا با صفر بلد نیستیم هیچ کاری انجام بدیم، ما یعنی شما یه سیستم مرتبه دو معمولی بذاری، یه صفر ساده تو صورتش بذاری، همه محاسبات ما رو می‌ریزه به هم. ولی ما دیگه چاره ای نداریم. خب یعنی صفر رو ما اصولا با صفر خیلی راحت برخورد می‌کنیم. حالا بعداً تو مثالای طراحی می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افته. ولی اگر که این اتفاق افتاد برای اینکه سیستم علیتش رو حفظ کنه، از صفرها هم اونهایی که سریعترن یعنی دورترن رو حذف میکنه، ولی خیلی دیگه تقریبمون تقریب فاصله داری میشه اصولا. نه مثبت و منفی 25 من آره آره تقریبا یکی میگیریم، خیلی نگران نباش. پنج یا چهار ببین نه اشکال نداره، تقریبتون تقریب بدی میشه. حالا چرا من اینو حفظ نمی کنم؟ اگه اینو حفظ کنم اینجا مخرجش میشه مرتبه چهار. نه دیگه آم من یعنی اگه یکی شما باشه سه درسته، اتفاقا داره راست میگه، مرتبه سه رو من نمیتونم تحلیلش کنم. یه بر ببینید، یه بر واقعیته که چقدر من از واقعیت دارم فاصله میگیرم، یه بر اینه که من دیگه بیشتر از این کار نمیتونم انجام بدم. ای کاش که واقعیت نزدیک این باشه، ولی اگه نشم دیگه مجبورم صرف نظر کنم. آره ولی وقتی میگی، وقتی دیگه خیلی با اطمینان این کارو میکنیم که از 4 5 برابر اون بزرگتر باشه، ببین نباشه ما چاره ای نداریم ها، میکنیم حذف میکنیم. خب ولی اگه 4 5 برابر بزرگتر باشه دیگه مطمئن. خب خسته نباشید.